دوستان عزیز یه برنامه سواد رسانه است دوباره خیلی اتفاق جالبی افتاد هفته پیش جالب و البته قمنگیزی افتاد بعد من دیدم در سایت های ایرانی جوری اینو پوشش خبری دارن که من واقعا دیدم که چقدر رسانه میتونه مطمئن باشه خیلی مهم میتونه باشه و با رسانه میشه کار واقعا جدی کرد خیلی به من گفتن چجوری تو این کمپین تو اینقدر موفق شدی اینقدر تیف های مختلف بخوام ویدیو بدن گفتم کار رسانه ای مرتب انجام دادم یعنی همیشه تو صحنه بودم و در مورد خیلی از موضوع آمدم مسائل رو کردم جراحی کردم حرافی علکی نکردم که مثلا من جلو دوربین حرافی علکی نمیکنم. کل برنامه های منو بگیری شاید مثلا در هر برنامه دو سه دقیقه هر رفی باشه بقیهش همه چیزایی بوده که لازم بوده گفته بشه و خیلی روی مدل حرف زدن و خیلی روی اینکه چگونه اطلاعات و داده ها رو انتقال بدم از طریق این برنامه و از طریق این دوربین و میکروفون خیلی کار کردم با خودم خب یک موفقیتی داره خب شما دشمنم هم همین کار کرده دشمنان ما هم اونا چون رسانه از اون بر اومده رسانه از دنیای غرب اومده بلده چیکار کنه هفته پیش دو تا شیر نر و ماده رو در باغ وش لس آنجلس اومدن و کشتن چون پیر شده بودن بهشون دارو زدن و این دوتا رو کشتن رسانه ها هم در آمریکا و از روی آمریکا رسانه های ایرانی ترجمه کردن و منتشر کردن و یکی از سایت ها دیدم خیلی جالب نوشته حتی تو خیلی سایت ها همینجوری تقریبا نزدیک به این نوشته بودن این برام جالب بود میگه تصاویر دلنشین از دو شیر عاشق که با هم به خواب ابدی فرو رفتن ببین نمیگه که این دوتا شیر رو تو تیتر نمیگه که باقیش لس آنجلس به اینا مثلا آمپول هوا زدن چی زدن اینا رو کشتن به که بگه آقا دو شیر پیرو وش لس آنجلس با بیرحمی کشته میگه به خواب ابدی رفتن یه جوری نمیشه دو شیر عاشق با هم به خواب ابدی رفتن که من الان میخواستم برم میگم آقا این مسئولین لس آنجلس مسئولین باقیوش لس آنجلس دمتون گرم میشه منم مثلا به خواب ابدی فرو ببرید خواب ابدی من الان آرزوم شد حالا رو میخوایم بخونیم خیلی متن برای من جالب بود واقعا میگه که دوستان همه هستن عقبیا حال میکنن گفتم یه خود از فضای سیاسی بکشیم کنار سواد رسانه‌ای بره بالا میگه حدود نه ماه پیش باغ وحش لس اعلام کرد که کارمندان سلامت و مراقبت از حیوانات تصمیم دشواری برای به خواب بردن همزمان ببین نمیگه برای کشتن دقت کن از واژه کشتن دو شیر اجتناب میکنه میگه برای به خواب بردن همزمان شما اینو تصور کنید مثلا بخواد در مورد ایران بگه مثلا اگه در مورد ایران باشه میگه حدود نه ماه پیش باغ وحش تهران اعلام کرد که کارمندان سلامت و مراقبت از این حیوانات در عین غیر مسئولیتی بی مسئولی غیر مسئولیتی چیه بی مسئولیتی در عین بی مسئولیتی تصمیمی خصمانه گرفتن و دو شیر عاشق را به طرز فجیعی به خاطر نداشتن جا و امکانات کشتن ببین واژگان بار دارن ولی وقتی که برای خارجی میخوایم اینو بنویسیم یا خود خارجی ها برای خودشون این گونه می نویسن حالا همون ترجمه کردن یه دستی بکنن ببین چقدر حواسشون جمعه یه وقتی به ساحت مقدس آمریکا بر نخوره به ساحت مقدس این کارکنان زحمتکش باقی لس آنجلس بر نخوره میگه که تصمیم دشواری برای به خواب بردن همزمان دو آفریقایی گرفتن دو شیر آفریقایی خود گرفتن به خدای ایران قسم من ساعت ها که نمیتونم بگم چون این روزا خیلی سرم شروع سر انتخابات عموما خیلی زمانا سر این چیزا ساعت ها ولی سر این داستان واقعا نزدیک ده دقیقه داشتم روی این جمله فکر میکردم که چطور به ذهن این نویسنده رسیده از واژه تصمیم دشواری برای به خواب برای کشتن رو بگه به خواب بردن همزمان کشتن به خواب بردن همزمان خلق این واژگان ترکیب این واژگان کنار هم دیگه، این نشانه ای از یک قرب و قرب محوری بی اندازه داره این بیماری قربی دیگه بیماری قرب گونه است به نظر من و ادامه میده میگه هوبرت و اسم چیه کالیسا میگه هوبرت و کالیسا زوج عاشق 21 ساله به دلیل مشکلات سلامتی و بیماری وابسته به کولت سن که منجر به کاهش کیفیت زندگی آنها شده بود اتنازی شدن اتنازی در حقیقت به زندگیشون پایان دادن مرگ خود مرگ تعیین شده است در حقیقت مرگ واقعا طراحی شده است بهش میگن اتنازی خب آیا مسئولین این باقوش جان اینا رو داده بودن که میخوان جان اینا رو بگیرن این به خدا مربوطه به طبیعت حالا خدا رو قبول نداری آتئیستی به طبیعت مربوطه به کسی چه ربطی داره چند این شیر دوست داشتن در کولت سن خودشون باشن مگه هر کی کیفیت زندگیش بالاست باید تو این دنیا بمونه این چه تفکر کثیف اومانیسمیه که شما دارید در همین تفکر کثیف اومانیسم میگه که بچه هایی که حالا خیلی جالب بود اینا با هیتلر یک سری چیزا دعواها داشتن و یه سری چیزا هم بعدن به دروغ و اینا واسه کردن که هیتلر می‌خواسته اصلاحات نژادی رو به این شکل انجام بده خودشون دارن انجام میدن حتی از اون لفظ هم استفاده میکنن اتانازی خب تو این تفکر کثیف اومانیسم جهان شمول غربگرایی دموکراتیک در حقیقت حقوق بشری میگه که دارن این صحبت ها رو میکنن که آقا اگه بچه با مشکل به دنیا اومد همینجوری اتانازیش کنیم چون کیفیت زندگی نداره بچه رو بکشیم به تو چه ربطی داره ولی به اینکه خیلی از همین بچههایی که با مشکلات دیدید که به کجاها رسیدن در دنیا که کجاها رسیدن و نخبه هایی شدن در دنیا مگه به منو تو آقا اگه خدا رو قبول داری که بعد بسپری آ خدا خواسته بالاخره بعد یک نظم فکری داشته باشیم دیگه بالاخره شما ما به دنیا اومدیم تو این زندگی بعد یه نظم فکری داشته باشیم اگه خدا مهوری آقا خار خدا بوده خاص خدا بوده به منو تو ربطی نداره اگه میگی نه خدا اینا چرت و پرت خدا وجود نداره طبیعتو خودت خب بگی آقا خاص طبیعته این طبیعت به من ربطی نداره من جون به اون ندادم که جونشو بگیرم اینا نکات خیلی مهمیه میگه هوبرد در شیکاگو و وحش پارک لینکن متولد شد و کالسا از وحش پارک ودلند در سیاتل آمده بود آنها پس از انتقال به باقوش لس آنجلس در سال 2014 یکدیگر دی... یک دیگر را ملاقات کردند و از آن زمان به بعد هرگز از هم جدا نشدند کارمندان باغ وش میگویند هرگز نتوانستند کالیسا را بدون هوبرت ببینند زیرا هوبرت همیشه در کنار و مراقب او بود این تصمیم برای مسئولان کارکنان و بازدیدکنندگان بسیار سخت دارد <applause> چرا در حقوق بشری عاشق حقوق حیوانات اینا چقدر ماها سنگ دلیم خیلی سختشون بوده این دوتا رو بکشن ولی حداقل این که این زوج عاشق دنیا رو با هم ترک میکردن دقت کن دوتا رو زدن خودخواسته کشتن بعد نویسنده قربگدا میگه که ولی حداقل این که این زوج, این زوج عاشق دنیا رو با هم ترک کرد خدایا یه جور نوشته من باید برم لس آنجلس بگم منو بکشون من میخوام ترک بکنم منو بکشون به خواب ببر به خواب ابدی برو ببر اصلا <تصفح> خواب ابدی و بکشونم هم الان خیلی زد بالا <تصفح> و میگه هیچ یک مجبور نبودن لحظه ای بدون درگیری و بدون دیگری بمانند تسلی بخش همه آنها بود خب حالا ادامه دوباره عکس شیرا رو گذاشته عکس مرگشون نذاشته خیلی میگه به گفته سخنگوی باغ وحش ال یعنی همون لس آنجلس بس شفر هوبر و کالسا با یکدیگر پیوند واضح و محکمی می داشتن که از نظر مهمانان و کارمندان غیر قابل انکار است توجه این زوج همیشه به یکدیگر معطوف بود زیرا آنها اغلب با هم استراحت میکردن یکدیگر را نوازش میکردن و در آغوش میکرن. یک لحظه تصور کن یک لحظه تصور کن اینو جدی دارم میگم این دوتا شیر در باغه وحش پارک ارم کشته شده بودن یک لحظه تصور کن جنبش های حمایت از حیوانان در لندن جنبش فلانی چیچی حیوانات در آمریکا گروه وکلای حمایت از حیوانات در کانادا بیانیه ای صادر کردند علیه نقص حقوق حیوانات در ایران خب درود بر شما خانم مثلا فلانی خانم الیزابت از مدافعان حقوق حیوانات در ال ای شما چگونه میبینید چرا مسئولان جمهوری اسلامی دست به چنین جنایاتی میزنند و اینگونه حیوانات را از بمیبرن خانم حالا الیزابت ببینید اساسا در کشوری که خیلی راحت اعدام میکنن ما در سال میبینیم چند هزار اعدام شما دیدید در همین آبان گذشته مسئولین جمهوری اسلامی چارده پونزه هزار نفر رو اعدام چیز کردن در خیابان ها اعدام خیابانی کردن حالا اونا هم میشه چا اولا سی تا کشتر رو میکنن چارده پونزه تا بعدم نمیگن که اونا تبر داشتن دنبال معمور پلیس میکردن الان برمیگرده میگه اعدام خیابانی کردن و در, در چنین جامعه مسلما به حقوق حیوانات اهمیتی نمیدن و این شیرها رو شما دیدید از اون ور دم از خدا و پیغمبر و مسئله دینی میزن و از این و میان جان میگیرن جان را خدا داده چرا شما باید بگیرید این گونه خبر رو میدن حالا برای خودشون که میشه چی میشه نگاه کن یک دیگر رو میگه برامون تصمیم سختی بود و اینا رو با هم به خواب بردیم و خدا رو شکر با هم از این دنیا رفتن حالا ادامه میگه افرادی که خاطرات دوست داشتنی خود را از هوبرد و کاریسا در رسانه اجتماعی به اشتراک گذاشتن ما رو به شدت تحت تاثیر قرار دادن عشق این زوج به یکدیگر ارتباط ببین کل خبر از این جنایت بزرگ که این دوتا شیر رو کشتن برد به روابط عاطفی این دوتا شیر به این ببخشید میگن دیاست رسانه ای انحراف افکار و در حقیقت کانالیزه کردن افکار تو اون مسیری که میخوای. تا همون دیاست سیا چیز میشه دیاست رسانه میشه خب در ادامه میگه شیرهایی که در اسارت زندگی میکنن اغلب به سن 20 تا 25 سالگی میرسن اما متوسط عمر یک شیر در طبیعت زندگی میکنه حدود 12 تا 16 سال است الان هم ببین خیلی با مارموزی به قفس کردن حیوانات طبیعی و وحشی که بعد در طبیعت رها بشن و توجیه کرد میگه خب ما اگه اینا رو بگیریم تو قفس نگه داریم 16 سال زندگی میکنن ولی اگر چه 25 سال زندگی میکنن اما اگر تو طبیعت باشن 16 سال خب شما این بدبختان هم که کشتید که میخواد که پیر شده و ادامه میگه یکی از علتهای افزایش عم در باقه وش این است که شیرها دیگر مجبور نیستند در استرس و نگرانی حضور شکارچیان باشند بزرگترین شکارچی شیر انسانها هستند اما این حیوانات با همچنین باید مراقب یوس کفتارا باشن تا غذاهایشان را ندازن خب این مثل این میمونه <laughs> یه بازجوی من گفته بود که خب خوبه دیگه تو زندان شماها رو ما انداختیم راحتی دیگه غذا و آب دونتون ما داریم تو زندان میدیم استرس اجاره خونه و آب و برقم نداریم خدایی راست گفت وقتی که اومدم بیرون از زندان خب ما الان استرس پرداخت آب و برق داریم خب این یعنی همچه توجیه بنابراین با این توجیه دم جمهوری اسلامی گرم که مخالفینش تو زندانن. عاشقتونم یعنی مغز قربگدای شما رو باید جراحی کرد من تو این برنامه جراحیتون دارم میکنم جراحی فکری دارم میکنم خیلی هنوز نفهمیدم ما چه کار بزرگه این جراحی فکری من میشه این برنامه رو تو ببینی دیگه تو مخت نره بری الان همین خبر رو دارم برای تفسیر میکنم اگه میتونی از ذهنت ببری بیرون مجبور میشی بهش فکر کنی دیگه ادامه میده میگه عامل دیگر افزایش طول عمر در باغ وحشا که سیستم نگهداری استانداری دارن مسئله زیست شیرها در طبیعت برای رفاه خود فقط وابسته به طبیعت هستن پس ببین این همه نوشت هیچ اشاره ای نکرد چرا اینا رو کل یعنی یه ای اشاره که اینا کولت سن داشتن کشتن به جای که خبر رو در مورد کشتن داشته باشه اصلا رفت توی داستان دیگه برای رفای خود واسه میدم یعنی پس اگه خوشسالی به وجود بیاد آب یا منابع غذایی برای آنها در دسترس نخواهد شیرهایی که در باغ وقت زندگی میکنن با این مشکل مواجه نخواهند شد ببین همش داره توجیه میکنه که شیر توی باغ وحش چیز خوبیه و آخرش خیلی جالبه میگه دنیس ورت مدیر باغ وحش لس آنجلس پس از تشکر از کارکنان بخش مراقبت و دامپزشکی گفته است تشکر کرده شیرا رو رئیس باغ وحش خیلی ممنون که این کار بزرگ رو انجام داری دو تا شیری که تو قفس بودن رو رفتید کشتید هوبرت و کایسا بلا فاصله پس از انتقال به این وش مورد توجه تمام کارکنان و مهمانان ما قرار گرفتن خوشحالم که این دو شیر عاشق و زیبا بیشتر از میانگین طول عمر شیرهای دیگر چه در طبیعت و چه در مناطق, مناطق نگهداری دیگر در کنار ما زندگی کردند این تصمیم برای همه مسخ بود اما مطمئنم که هوبرد و کالسا از اینکه هر دو با هم این دنیا رو ترک کردن خوشحال هستن این دو شیر برای همیشه بخش مثبتی از تاریخ خام تاریخ ما خواهند بود ما دلمون براشون تنگ میشه <applause> آشهتونم به همین مسخرگی این بهش میگن سواد رسانه قربتون برم از یه همچین خبری شما میتونی من این خبری یه دیدم اصلا برقام برید گفتم عاشقتونم امکان نداره در مورد ایران یه همچین خبری به این شکل بیاد بیرون آخرش هم این همه مارموزی و اینا دو شیر عاشق به خواب تیتر رو داشته باشه جان من تیترش خیلی جالب بود تصاویر دلنشین از دو شیر عاشق که با هم به خواب ابدی آقا ما رو خواب ابدی بکنید خواهش عاشقتونم شب روزگار خوش این بخش خیلی طولانی شد زنده باشید خیلی ممنون که توجه کردید همتون رو به خدای بزرگ میسپارم پاینده ایران خواب عبد. ما رفتیم خواب ابدی عاشقتونم